سلام های مهراب قاسم خانی، خوش آمدید به رخ تو رخ، در خدمت شما هستیم. سلام، مرسی دعوت کردین. اسم برنامه رو الان فهمیدم. همین ابتدای گفتگو یک راهکار به ما بدی. راهکار در مورد چی؟ کلن یه راه، الان مود همه راهکار میده. آهان، آره الان که خب دارم، پس من هم چیز میکنم دیگه، همجور روتین میگم. من کوچکتر از آنم که راهکار بدم. شما لطیفه خوب تعریف میکنی؟ نه، من واقعا گند میزنم توی خسته لطیفه. باید بگم جوک نباید بگم، توی لطیفه گند میزنم. نه، من هیچ وقت تعریف نمیکنم، هیچ وقت. یعنی چیزه، هیچ استعدادی در این زمینه ندارم. مثلا جمع نمیگیرم دستم، یعنی اگه یک جمعی ببینم سعی میکنم برم یه گوشه باشم. لطیفه شنوی خوبی هستید یا نه؟ این بعضی تا آدم براش چیز تعریف میکنه میگه قبلا شنیده بودم. خب که چی مثلا؟ نه من ته رو در واسی ام. من 100 بارم شنیده باشم زور میزنم 3 ساعت میخندم. حتما دست اول باشه. آره، واسه همین چیزه. کسی که واسه من جوک میگه، اگه لطیفه میگه، اگه لطیفه یه بدی هم بگه چیزه، نمیفهمه که من مثلا. یه سوال دارم، یه رگه فلسفی داره، یکم بهش فکر کن. خیلی سخت. قاتل بروسلی کی بود؟ نمیدونم، ولی احتمال رابطه داشته با قاتل کندی. نه، پرتقال خونی که دیدی بهش میگن پرتقال تو سرخ. آره، خیلی دوست دارم. باتلاق گاو خونی رو چرا نمیگن باتلاق گاو تو سرخ؟ خیلی سوال سخت مونه. ببین، این از همه مشکل است. من شفاهی هم، من عادت کردم هر چیزی اگه میخوام شوخی رو چیز بکنم بگم، نیم ساعت بهش فکر بکنم قبلش. کام قبلا باید سوالتو میگفتی به من دیگه، چه کاری یاد داشت یا سورپرایز بکنیم. گاوه تو سرخ خیلی زشتیه، آدم ترجیح بده. گاوه خونی هم چه زشتیه. گاوه خونی خیلی چیز زشتیه. آره، تا روش فکر نکرده بودم. اولش هم تازه باطلاقه. آره، باش، ترسناکیه. خیلی ترسناک. میتونه اسم فیلم ترسناک بشه. یه فیلم آقای افخمی ساخته به این اسم. ترسناک بود؟ نه اصلا، چون همون کتابیه که آره، گاوه خونی رو آره، 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 من به ترسناک فکر میکنم واسش. آره، به نظر میشه روش فکر کنی. شاید چیز در بیاد. هیچ پیش اومده تو جمع، تو دوستات و رفقا یه سوتی بعد یه گاف گنده بدی یه دل سیر بهت بخنده؟ جدیدا رو یادم نمیاد، ولی یادم یه بار توی مدرسه بودم، احتمالاً دوره راهنمایی بودم و اینا، پاشدم یه چیزی خونده بودم، یه مطلبی، و خیلی خوشحال بودم از اینکه اینو خوندم و یه اطلاعاتی دارم. فرداش در کلاس یک صحبت شد که با مربوط بود، و پاشدم گفتم راجع به قرون وسطی صحبت کردم، بعد که خیلی بهم خندیدن. متأسفانه همم میدونستن بود استاد، چون دوره راهنمایی هم میدونستن اینو، ولی جدیدن تازگی ها یادم نمیاد. نه، چون زیاد حرف نمیزنم چیزه، اما یه بارم خاطره خوبی نذاشته دیگه. آره، طبیعیه. آره. نه، یادم نیست دیگه، جدیدش یادم نمیاد. خودت چی؟ یعنی کسی رو سر کار میذاری اینا بخندین با بچه ها دورم؟ آره، من به خانمم خیلی میخندم، خیلی. آره، اونو سرکارش زیاد میذارم. آره، خب. چیزه، این کار رو میکنم یه موقعی. ببین، من 4 تا فوتبالیست اسم میبرم، ببین کدوم رو بیشتر دوست داری. مهدی پروین، علی دایی، علی مهدوی کیا، پروین سلیمانی. علی دایی خوب. بین این 4 تا یا کلن؟ نه، من کلا علی دایی، من طرفدار علی دایی ام، در زندگیم همیشه طرفدار علی دایی بودم. من یه سوالی از دیگه دوستانم پرسیدم، از تو هم بپرسم. یه گلی علی دایی زده چند سال پیش به کویت، خب همون که تا شد، من نمیفهمم اون 17 سانت فاصله توپ تا زمین بود، با هد زد اون توپ و خورد به تاق دروازه کویت. از زاویه تا شد که اصولا انسان‌ها از زاویه تا نمیشن، یعنی طراحی نشدیم واسه تا شدن. بعد از نفت برنت دریای شمال این برام سواله که چیه. نه، من علی دایی چیزه، من آخرین کسی که عکسش، چون مثلا فن بودن و این حرفا رو من خیلی زیاد توش نبودم هیچ وقت، اگر هم بودم ورزشی بودن. آخرین کسی که عکسش رو دیوار اتاقم بود علی دایی بود. حالا خب به هر حال سالهاست که بزرگ شدم، روم نمیشه عکس کسی رو بزنم در دیوار، ولی علی دایی آخرین کسی بود که عکسش رو زدم رو دیوار. جدا از اینکه عکس دایی رو به دیوار اتاق زده بودی، این رو میتونی به لحاظ حسی لاقل بگاهی بلا فیزیولوژی چجوری اون هدو فکر میکنی زده؟
من فوتبال بازی کردم میکنم دیگه، یعنی هنوزم مشغولم. آره با هم بازی کردیم. آره آره و که انواع آسیب دیدگی ورزشی رو دارم، مثلا کاملا میدونم یه چیزهایی قرار نیست خم بشه. یکی دو بار خم کردم و نتیجه خوبی ندیدم، یکی دو سال نشستم خونه. ولی نه، در همین مورد هم یه خاطره بگم. من مینیسکو رو باتم تو فوتبال پاره شد، یه دکتر ابراهیمی عمل کرد که جراح تیم ملی بود و قبل از من زانوی علی دایی رو عمل کرده بود و کریم باقری رو. بعد یه فیزیوتراپی فرستاد سراغ من و فیزیوتراپا کلن چیزه، من فهمیدم یک جور شکنجه است، یعنی که عربده میکشتم تو خونه هر روز و همه جور میخواست با هم یه سری حرکاتی بکنه. خیلی از دست من عصبانی بود که من مثلا نمیتونستم بعد از 5 روز پامو یه ذره تکون بدم و میگفت علی دایی اینجوری میکرد، علی دایی بعد از 2 روز این کارو میکرد. چرا داری مقایسه میکنی؟ چون خودش توضیح داد که میگفت علی دایی عمل که کرد چند ماه بود مینیسک رباتش پاره بود و با مینیسک رباتو پاره داشت بازی میکرد، انقدر عضله هاش قوی بود اصلا احتیاجی نداشت به مینیسک ربات. بعدن گفت حالا بیکار شدم، آزاد شدم، وقت دارم برم عمل بکنم. منتها هی منو مقایسه میکرد به اون و کریم باقری که ببین اون پاشو انقدر خم میکرد بعد از انقدر خیلی مقایسه نامردی بود. آره ولی این خاطره من از علی داری. توی خود زندگی عادی جاری هر روزه بیشتر سمت خنده قش میکنی الان که قش کردن بوده، یا نه بیشتر آدم جدی و حتی گاهی اوقات دو جم و اخمالود و اینایی هست؟ اخمالود نیستم ولی آسون هم گریم میگیره، همونقدر که آسون خنده میگیره. آره آسون هم گریم میکنم. آدم شلوغ نیستم ولی در زندگی عادی معمولا خونم، مثلا بیرون نمیرم از خونه تقریبا تا مجبور نشم، یعنی تا اینکه مشکل حیاتی پیدا کنی دیگه مجبور مثلا. نه خیلی حیاتی، سر حیاتی هم بیرون نمیرم. سفر چی؟ حالا سفر رفتن چیزه؟ من هدفم از کار کردن سفر. بعد سفر که میری تمام احساسات قلبی و عاشقیه دوره مثلا 13-14 سال اینا رو درخت میکنی حتما؟ مثلا یاد بچگی هم نمیفتم، از آدم نیستم که نوستالژیک نیستم کلن، یعنی یاد قدیم بیفتم نیستم، به آیندم کلن فکر نمی کنم، یعنی دقیقا تو همین امروز سفر که میرم فقط به خوشگذرانی اون لحظه اون روز فکر میکنم، نه چیزی نمیکنم. نه واقعا صادقانه نمیکنم. نه واقعا نکنم. تو مدرسه چرا میکنم؟ نیمکت و اینا خیلی کاری بعدی میکردم. نه الان دیگه. آقا شنم. این چه حس ماشالله در این سن خیلی. این که این اصراری که ما مثل یک وظیفه ملی میهنی انجام میدیم، یه قلب رو تن درخت میکنیم، یه تیرم فرو میکنیم که حتما باید تو این رد بشه، این اصراری سر جاودانگی داریم، میخوایم خودمون رو جاودانه کنیم. هیچ چیز دیگه هم به ذهنمون نمیرسه جز همین شمایل. من آره اینم هست. من چند وقت پشت ماشین دیدم یه قلب کشته و تیره از بالاش رد شده بود، زیرش نوشته چی؟ مثلا خدا بخیر چیز شد دیگه، مثلا شانس آوردیم تیره از خطا رفته. ولی نه این کندنه که گفتی، من رفتم تاق بستان کرمانشاه، ارتفاعش وحشتناک زیاده، یعنی اون پایین که وای میسی وحشتناکه. حالا برو ببین اون بالای بالاش و یه دیوار سنگی صافه، یعنی من واقعا نفهمیدم چجوری اتفاق افتاد. چه مرارتی کشیده. بالا کشید. یک عالم کنده بودن تو ارتفاع مثلا احتمالاً 15-20 متر، یعنی فقط باید دار بست زده باشه، نمیتونسته بره تا اون بالا، هیچ راهی نداشت برو. از بچگی میگن که درس بخون یه چیزی بشی. چی قراره بشه آدم؟ نمیدونم ولی من هیچی درس نخوندم واقعا. یعنی تو کلا مدآموزی داری؟ اعتراف میکنم آره. نه من چیزه، من خصوصا دبیرستان معدل دیپلم من 10-2-0، البته بعد از 1-2 سال ردی و این حرفا، یعنی اونا رو هم داشتم قبل، دیپلم ردی هم شده بودم و اینا. قرار بود چیزی نشم. اینجا بوق بذاریم دیگه. آره آره. نه قرار بود چیزی نشم کلا، یعنی من بعد از 5-6 سال کار کردن، شاید از 7-8 سال کار کردن، اولین بار که با مصاحبه کردن پدر مادرم یه نفس راحتی کشیدن. تا اون روز مطمئن، تا موقعی که مصاحبه حتی پخش می‌شدم مهم نبود ازشون، با هم که مصاحبه کردن تا موقع فکر می‌کردم من حتما یه روز معتاد میشم گوشه خیابون پیدا می‌کنم.
میگن که از اونم سوال میکنن که داری چی کار میکنی؟ میگی مثلا دارم مینویسم. یه نه خود چی کار میکنی؟ آخ نگو این درد زندگی من چیزه، شغل من و شغل حساب نمیکنن. بدتر از همش اینه که من شبا کار میکنم، یعنی که صبر میکنم هر بخوابن، حالا 12 شب 11 شب مینویسم تا مثلا 7 صبح. هفته صبح میخوابم، خود به خود لنگ زور از خواب بیدار میشه دیگه. اون تصویری که همیشه از من میبینن، یادمه که لنگ زور بیدار میشه، زورم بیدار میشه، زیاد حال و حوصله نداره، یکم فیلم نگاه میکنه خیلی و اینا. اصلا این چیزه، هیچ وقت هیچ کس نمیبینه من کار میکنم، بلکه اینو همیشه به من میگن. چرا این نوشتنه اساسا کار نیست؟ یعنی اگر که مثلا 8 صبح نری اداره و 4 بر نگردی، یه آب باریکه هم آخر ماه نباشه، انگار کار درستی انجام ندادی. برای من که خونه می نویسم، میدونید حالا اونا همه نویسند و خونه می نویسند، ولی تصویرت با موقع استراحت و موقع نوشتن فرق نداره. یعنی که با همون لباسی که داری چرت میزنی استراحت میکنی، فیلم میبینی مینویسی، و تو همون فیگور که داری استراحت میکنی مینویسی. مثلا من دراز میشم مینویسم، خب یه ذره کمرم درد میگیره خسته میشم، مثلا عملا من بیشتر رو تخت مینویسم تا پشت میز. کلن چیز دیگه، شکل غلطه، شکل گول زننده است. خب هیچ وقت فکر نکردی که بری پی یک شغل آبرومند؟ آبرومندشو نمیدونم، ولی شغلتر از این خیلی چند وقت پیشو گرفتم که کارهای دیگری بکنم، ولی من مغز اقتصادی کلن ندارم. اساساً اهل سر به سر گذاشتن هستی با آدمای مثلا کسایی که برخورد اول داری، یا مثلا توی مهمونی داری میبینیش؟ نه کلا من 4-5 دوست دارم، ممکنه با اونا شوخی بکنم، ولی نه زحمت میکشی. آره مثلا بعد اینقدر اکت داری خسته نمیشی؟ خدا بیامرزتش، پیمان ابدی از دوستامون بود و خانم پیمان ابدی هم دوست شقایق بود. یه موقعی میگفتش که پیمان امروز باید بره یه پرش داره، مثلا دوست بدلکارمون رو میگید؟ بله. خدا رحمتش کنه. گفت یه پرش داره از فلان ارتفاع باید بپره و فلان و اینا. بعد شهر بهش گفتش که چقدر تو نگرانی الان، چقدر مثلا چه سخت شغل شوارت نه. گفت نه امروز که خوبه، فردا باید بره یه سری کار وحشتناک واسه فردا داشت، گفت فردا باید اون کارو بکنه. بعد شهر گفتش چقدر فاصله است بین شغل شوهر ما با هم. ولی خدا بیامرزتش، دلم تنگ شد واسه شو. چقدر شبیه اون بچه آدمی شدی که احتمالاً بابا و مامان از کودکی در ذهنشون برای بچه‌شون به هر حال یک دورنمایی داشتن، چقدر شبیه اون شدی؟ فکر میکنم راضین الان. یعنی که واقعا برای من از یک سنی دیگه هدف بود اینکه بابام راضی بشه، واسه اینکه همش راضی نبود و اینکه نمیتونستم رضایت جلب کنم خیلی رو اعصابم بود همیشه. من واقعا الان یه موقع کاری میکنم که حالا اگه بگیره یا اگه مخاطب داشته باشه، اولین چیزی که فکر بکنم اینه که الان بابام خوشحال بشه. مثلا همین چیزه، من کاملا بر اساس الگوهای پدرم دارم رفتار میکنم. دیدی بعضی ها گاهی اوقات طرف خودش رو به عالم و آدم ثابت کرده، اما به پدر مادر خودش هر جون میکنه میشه. آره نمیشه. من واقعا تا سالها نمیشد. یعنی مثلا من یادمه که ما یه دوستی پدرم داشت که دوتا پسر داشت، یه پسرش 20 روز از پیمان بزرگتر بود، یه پسرش 3 روز از من بزرگتر بود. و خیلی بچه های خوبی بودن، اتاق مرتب، درس میخوندن، تو کار خونه کمک میکردن، ورزشکار خوب بودن، همه چی تکمیل. یعنی مثلا پسرشون که همسن من بود، مثلا میرفت مثلا گوشت میخرید، میومد خورد میکرد، میشید تو فریزر، درسشو میخوند و صخره نورد حرفه ای، خیلی تو همه نخواستی اسکیباز بسیار خوب به دیوار. نه دیگه اینا چیز بودن دیگه، اینا همیشه الگو بودن. آره دیگه بابای من میگفت ببین. بعد یه موقعی مثلا پیمان یه کاری، مثلا پیمان فیلمایی که میدید رو مینوشت و با هم همش میگفت مسخره بازی چیه. از بچگی پیمان این کارو میکرد، اسم کارگردان و اسم بازیگرشون، بعد خودش ستاره میداد که اینا چند ستاره داره واسش، و با هم همش مسخرهش میکرد که واقعا خجالت نمیکشی وقتو تلف میکنی و فلان اینا. یه روز بابا اومدش گفتش که همون پسر بزرگشونو گفتش که ببین چقدر بچه مرتبه، هر فیلمی که میبینه رو مینویسه. مثلا یه ماه بود اون داشت این کارو میکرد، پیمان سالها بود داشت این کار، ولی پیمان خودشو میزد. ولی آره اونا یه موقع اونا چیز بودن دیگه، من تلاش میکردم که
بتونم همش کمتر تو سری بخورم به خاطر اون. خیلی هم بچه خوبی بودم متاسفانه، خیلی هم دوست داشتنی بودم. یعنی دلت هم نمیاد پشت هول بدی با صورت بره؟ نه دیگه، انقدر هم دوست خوب بودم واسه ما، منتها خب مدلشون این بود که بچه خوبی بودن دیگه. ولی نه دیگه از اینجا بابام فکر کنم خیالش راحت شد، یعنی هم پدرم هم مادرم چیزه این نگرانی که من بیفتم گوشه خیابون و توی جوب و اینا حل شد. تو زندگی آدم شیطونی بودی؟ یه شیطنتای خاص خودت داشته باشی؟ یه دوره خیلی زیاد، یه دوره مثلا دبیرستان و دانشگاه اوایلش، شاید هم تو اواخرش. ولی آره داری زیاد. تمدید میکنی یا داری فکر میکنی؟ آره داری تمدید میکنی؟ شاید هفته پیش بود. آره نه چیزه، دعوا میکردم تو خیابون، نمیدونم، آره کار اینجوری میکردم. ولی شیطنت هم خیلی چیز نبود، یعنی من هیچ وقت مثلا بچه کوچه نبودم، من همیشه تو خونه بودم از بچگیم. ولی اون توی اون تایم خیلی چیز بود، بردنم مشاور. این شیطنت چقدر لازمه به حال خلاقیتیه که یک کسی که شغلش شغل روتین معمولی نیست بهش نیاز داره؟ اینقدر آدم های این کار متفاوتن نمیتونم بگم. پیمان در مورد خودت مثلا، پیمان رو میخوام بگم، پیمان هیچ شیطنتی نداره، از اول بچه منطقی بوده، بچه آرومی بوده. و هم الان قبل از این برنامه چون گفتم مدل موهاش از مثلا 15 آره. سالگی عوض نشده. آره من مثلا 20 سال پیمان رو میبینم همین شکلیه. آره من پیمان یه بار 17 سالگی فقط موهاشو ماشین کرد و همون سر سربازی اینا بود شاید، یادم نمیاد. و دیگه قبل و بعدش چیزه، عکس بچگیشو بذاری همینه دقیقاً. جوک نمیگه، آدم جمع نیست، آدم شیطون نیست و اهل شوخی نیست، اهل مهمونی نیست فلان، ولی خب داره همه ویژگی های این کار رو داره واسه انجام دادنش. فکر کنم خیلی ربطی نداره. در مورد خود تمیش تأثیر نداشته؟ بهش فکر نکردم واقعا. نه نه، یعنی فکر میکنم، نمیدونم اگه دارم این کارو میکنم مال چیه، یعنی نمیدونم به خاطر چه اتفاقی که این کارو میتونم انجام بدم. یک دوستی اینجا مهمان ما بود، یه آقای 37-8 ساله‌ای و در حالی که داشت به 40 سالگی نزدیک میشد مدعی بود یک بار هم تو عمرش دعوا نکرده. نظرت راجع به اینجور آدم ها چیه؟ خیلی لوسن. من فکر میکنم مثلا من ممکنه بتونم حدس بزنم که شاید پژمان جمشیدی نبود. دعوا نمیکنه واقعا، راست میگه، دعوا نمیکنه. من ندیدم دعوا بکنه. آخرین باری که ته دل به یه چیزی همچین اساسی خندیدی چی بوده؟ پریشب برای بار 40 انیمیشن کونگ فو پاندا رو با پسرم نگاه میکردم و اساسی خندیدم دوباره. من چیز من تکراری زیاد نگاه میکنم، یه سری فیلم هست که مثلا تو برنامه دوباره بذارم ببینمشون. ولی این انیمیشن ها رو هم حالا هم من اینجوری هم پسرم هم تکرار میکنه، مثلا با هم خوش میگذره، اون شب میشینیم با هم یه کارتون رو صد بار نگاه میکنیم. ولی آخرین چیزی که خوب خندیدم کونگ فو پاندا بود. با خودت هم حرف میزنی؟ زیاد. یه موقعی فکر میکنم چیزه، کاملا روانی هم در این مورد. بعد بیش با خودت دعوات میشه؟ نه به خودم حال میدم، خیلی تعبیر میگیرم خودم. با خودم حرف میزنم، خیلی آدم با حال خفن تو ذهنم اینجوری هم. هیچ وقت دست خودت شاکی شدی؟ آره. خب بر ریاکشنت چی بودم؟ شاکی شدی و بعد رفتی مثلا غذا تو خوردی، مسواک زدی، خوابیدی؟ نه من این کار با خودم زیاد میکنم، یعنی که از یک مقطعی از زندگیم باز اینم شروع کردم که اگه یک جای گیر بکنم، توی رابطه خراب بکنم، توی کاری خراب بکنم، نشینم به این فکر کنم که مثلا با تو اگه اختلاف دارم فکر کنم تو چه آدم مزخرفی هستی. سعی میکنم بگردم ببینم که اشکال من تو این قضیه چی بوده، مخصوصا اگه فرض کنیم با دو نفر ببینم اختلاف دارم، نمیتونم بگم دو تاشون آدم بدین فقط که من. از یه جایی شروع کردم هی به خودم سخت گرفتن که این خروسه سگ شد الان واقعا. ولی جایی آوردم باقی بچه. آره ولی نه اینکه همه رو حل کرده باشم و یعنی دعوا کردم با خودم درست شد و اینا، یه سری چیزا رو با خودم دعوا کردم و تونستم حل کنم. همین که گفتم یه موقع خیلی دعوا می‌کردم و اینا و آدم عصبانی بودم، خیلی بیشتر تحت کنترلم.
ولی نه خیلی تو هم نتونستم حل بکنم. تو زندگی از این پوزای روشنفکری ندادی؟ از این جستای روشنفکری نگرفتی؟ نه من چیزه، یکی دو بار تلاش کردم. مثلا خب من رفتم دانشگاه هنر، بعد تو دوره‌ای بود که مثلا من چه میدونم مثلا تو کارگردان اسپیلبرگ دوست داشتم و نمیدونم فیلم مورد علاقه پارک جوراسیک و جنگ ستارگان و ایتی و نمیدونم یه سری این چیزا بود، و دانشگاه هنر دیگه فضا اصلا یه چیز دیگه است دیگه. تلاش کردم یه سری، رفتم با این بچه‌ها رفتم تارکوفسکی نگاه کردم و پاراجانوف نگاه کردم و اینا، و سیر خوابیدم تو سینما سر این فیلم‌ها. یکی دو ماه بیشتر تلاش نکردم تا رفتم دانشگاه هنر، فکر کردم باید این کارو بکنم دیگه. بعد بی خیال شدم دیگه، میشستم راحت، ولی خب خیلی بهم پوزخند می‌زدن دیگه. دیدی مثلا یه سکانس دوربین رو کارگردان کاشته و هیچکی حرف نمیزنه، دریا تو بک‌گراند عمق و یک نفری به یک افقی نگاه میکنه 17 دقیقه و این سکانس، و بعد طرف مثلا نگاه میکنه و سرش رو میگیره میگه واقعا چی؟ آره همین الان گفتم، همین آقای تارکوفسکی گفتم دیگه، من چیزه، من نمیفهمم این سینما رو، نه نمیتونم من سر مثلا رنگ انار پاراجانوف، آره یعنی 10 دقیقه چنگ زدم خودم رو که نخوابم و آخر دیگه بیخیال شدم، یعنی سیر خوابیدم. اون موقع بود که همه دانشگاه هنر می رفتن. آره خیلی انتحاری عمل کردی، یعنی خوابیدی؟ آره نه خوابیدم قشنگ، خیلی سفت. این صحبت پاراجانوف شد، چرا بعضی ها استقلالی هست؟ دیگه نگیم دیگه، دیگه بالاخره هر کسی عیبی داره، هر کسی ایرادی داره، بالاخره درست نیست راجب من اعتقاد ندارم راجب اشکالات مردم صحبت بکنیم، به نظر کار درست نیست. عید دو دوست داری؟ چی دوست دارم؟ عید آره عید دو دوست دارم، آره عید دوست دارم، عید مسافرتشو دوست دارم، یعنی که اصلا فکر کنم بدون مسافرت رسمیت پیدا نمیکنه. یا من خیلی اهل رعایت آداب و سنن و فلان نیستم، ولی هفت‌سین رو همیشه همیشه میذارمش، نه که حالا پای سفره حالا نمیدونم بشنم حافظ بخونم و این کار بلد نیستم واقعا، ولی در حد همون موقعی که 10-12 سالم بود ذوق میکردم ذوق. ما عید رو به هم تبریک میگیم، بعضیا عید رو به هم تبریک میگن. این منو دیوانه میکنه، یه سری واژه ها عوض شده و من نمیفهمم، یعنی شمال و جنوب و نمیدونم چی میگن اینا رو، همه رو همش عوض شده آهنگاش، یه سری کسر و فتحه جاشون عوض داره میشه هی تو این سالا و من درک نمیکنم. عید که خیلی وحشتناکه، یعنی مثلا بعد میری 13 به در یا میری روز آشتی با طبیعت. آشتی با طبیعت بعد آدم دلش میخواد بره گند بزنه تو طبیعت، تو چمن رو بوده به پر بره پایین بده، ولی میخوام فرهنگ سازی کنن احتمالاً دیگه، بعد از یه جا دیگه شروع کنن، ما اینجوری مدل فرهنگ سازیمون برای ما اینجوری نیست. واقعی عیدی گرفتن رو بیشتر دوست داری؟ گرفتن رو برداشت نکن. نه عیدی دارن دوست دارم، نه علکی گفتم عیدی دارن دوست دارم، ولی نه زیاد و خوردریز و عیدی به اینو بدن، دوست دارم واسه زن و بچه‌م عیدی بخرم. اونو یعنی چیزی که لازم دارن براش می‌خرم. نه چیزی که خودم دوست دارم بخرم و بیشتر دوست دارم. خیلی خودخواهی. اونو لازم دارم. آره. مثلا میرم اسباب بازیایی که دوست دارم واسه بچه‌م می‌خرم. زیاد دنباله نمیرم اون چی دوست داره. بچگی عیدی می‌گرفتی خیلی حال می‌کردی. آره. پولشو چیکار می‌کردی؟ یه بارم ببین. یه بارم صادق باش راست بگو. من تو زندگیم پول جمع نکردم. واقعا. از اون موقعم نتونستم. نمی‌دونم احتمالاً مزخرف می‌خریدم واسه خودم. حالا واقعا ممکنه در حد اینکه آلوچه و لواشک و عکس برگردون بخرم و این چیزا بوده. یعنی هنوزم نتونستم. من تا 2-3 سال پیش که مجبور شدم برای یک کاری حساب بانکی داشته باشم، من حساب بانکی هم نداشتم. هنوز فرهنگ استفاده از کارت رو ندارم. یه موقع میخوام پول بریزم از مثلا کارتم به کارت دیگری میدم، مثلا شقایق بریزم میگم. خیلی بلد نیستم. بانک بری عملاً چیز میشه. بلدم، نه اصلا چیزه. اصلا صفرا رو کلا نمیفهمم اصلا فرقشون رو با هم. سختم هست دقیقاً که از یه عددی بعد صفرا سخت میشه واقعا. خیلی از یه دونه صفر بعد سخت میشه. خیلی نمیخوام زیادش کنم. برای من که اینجوریه نمیدونم. بزرگترین دلخوشیت شادید؟ بچه‌هام. آره به شدت. این از اون چیزایی بود که نمیفهمیدم تا وقتی بچه نداشتم، یعنی که یعنی آدم باید پدر مادر بشه تا این ماجرا رو بفهمه، ولی آره الان از یه جایی به بعد برنامه‌م اینه دیگه. و سرگرمیت معمولاً
سرگرمی فیلم دیدنه، فیلم دیدن دوباره، مسافرت، یه موقعی کتاب و باز بچه هم. مرسی از اینکه به رخ تو رخ اومدی. خیلی ممنون از شما. ببخشید اگه پرت و پلو زیاد بود. سپاسگزارم. خدا نگهدار. الان پاشم برم بیرون از این ور. پاشم برم بیرون از این ور. از این ور برم بیرون. خدا. اگه نه آبه نه آسیابه دیگه چی مونده، حالت خرابه. اگه نه آبه نه آسیابه دیگه چی مونده، حالت خرابه. منفیام خسته، غرغرام بابا بسه، رسه ها خاموش، غم ها فرام. عجب روزگاریه، یه سری منفی هن، یه سری آدم مثبت، یه سری غرور دارن، یه سری ندارن. نمیدونم چرا اینجوریه. بابا یه ذره بخند، هر جوری هستی فقط بخند. یکم عنابی قرمز قرمز آبی آبی، خنده با شوخی چند تا ترانه، دو تا شکلات یه عاشقانه، رخ تو رخ میشی تا با ستاره. تهش چی مونده؟ سالهایی که بی جوابه. یه خنده یه خوب، یه حرف شیرین، یه جیب پاره. ای مرغ سحر.